أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در غفلتند و روی گردانند. هیچ یادآوری تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر آنکه با بازی به آن گوش می دهند. در حالی است که دلهایشان در لهو و بیخبری فرو رفته است و ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟ آیا به سراغ سحر می روید با اینکه چشم دارید و می بینید؟ پیامبر گفت پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمین می داند و او شنوا و داناست. آنها گفتند آنچه محمد آورده وحی نیست بلکه خوابهایی آشفته است، اصلا آن را به دروغ به خدا بسته. نه بلکه او یک شاعر است، اگر راست میگوید باید معجزه ای برای ما بیاورد، همان گونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند. تمام آبادی هایی که پیش از اینها هلاک کردیم تقاضای معجزات گوناگون کردند و خواسته آنان عملی شد ولی هرگز ایمان نیاوردند. آیا اینها ایمان می آورند؟ ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می کردیم نفرستادیم، همه انسان بودند و از جنس بشر. اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم، عمر جاویدان هم نداشتند. سپس وعده ای را که به آنان داده بودیم وفا کردیم. آنها و هر کس را که می خواستیم از چنگ دشمنانشان نجات دادیم و مسرفان را هلاک نمودیم. ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر و بیداری شما در آن است. آیا نمی فهمید؟ چه بسیار آبادی های ستمگری را که در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری روی کار آوردیم. هنگامی که عذاب ما را احساس کردند ناگهان پا به فرار گذاشتند. گفتیم فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکنهای پر زرق و برقتان بازگردید، شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند، شما هم آنان را محروم بازگردانید. گفتند ای وای بر ما، به یقین ما ستمگر بودیم. و همچنان این سخن را تکرار می کردند تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم. آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم. اگر می خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی متناسب خود انتخاب می کردیم، اگر این کار را انجام می دادیم. بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه باطل محو و نابود می شود. اما وای بر شما از توصیفی که درباره خدا و هدف آفرینش می کنید. از آن اوست آنان که در آسمان ها و زمینند و آنها که نزد اویند فرشتگان هیچگاه از عبادتش استکبار نمی ورزند و هرگز خسته نمی شوند. تمام شب و روز را تسبیح می گویند و سست نمی گردند. آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق می کنند و منتشر می سازند؟ اگر در آسمان و زمین جز الله خدایان دیگری بود فاسد می شدند و نظام جهان به هم می خورد. منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که آنها می کنند. هیچ کس نمی تواند بر کار او خرده بگیرد
ولی در کارهای آنها جای سؤال و ایراد است. آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟ بگو دلیلتان را بیاورید. این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی است که پیش از من بودند. اما بیشتر آنها حق را نمی دانند و به همین دلیل از آن روی گردانند. ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا پرستش کنید. آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است، او منزه است از این عیب و نقص. آنها فرشتگان بندگان شایسته اویند، هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند و پیوسته به فرمان او عمل می کنند. او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را می داند و آنها جز برای کسی که خدا راضی به شفاعت برای اوست شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. و هر کس از آنها بگوید من جز خدا معبودی دیگرم، کیفر او را جهنم می دهیم و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد. آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ و در زمین کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم مبادا آنها را بلرزاند، و در آن دره ها و راه هایی قرار دادیم تا هدایت شوند. آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آیات آن روی گردانند. او کسیست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در مداری در حرکتند. پیش از تو نیز برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم، وانگهی آنها که انتظار مرگ تو را می کشند، آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند بود؟ هر انسانی طعم مرگ را می چشد و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم و سرانجام به سوی ما بازگردانده می شوید. هنگامی که کافران تو را می بینند کاری جز استهزا کردن تو ندارند و می گویند آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می گوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند. آری انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد. آنها می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت کی فرا می رسد؟ ولی اگر کافران می دانستند زمانی که فرا می رسد نمی توانند شعله های آتش را از صورت و از پشت های خود دور کنند و هیچ کس آنان را یاری نمی کند، اینقدر درباره قیامت شتاب نمی کردند. آری این مجازات الهی به طور ناگهانی به سراغشان می آید و مبهوتشان می کند، آنچنان که توانایی دفع آن را ندارند و به آنها مهلت داده نمی شود. اگر تو را استهزا کنند نگران نباش، پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را استهزا می کردند دامان مسخره کنندگان را گرفت و مجازات الهی آنها را در هم کوبید. بگو چه کسی شما را در شب و روز از مجازات خداوند بخشنده نگاه می دارد؟ ولی آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند. آیا آنها خدایانی دارند که می توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟ این خدایان ساختگی
حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند، تا چه رسد به دیگران، و نه از ناحیه ما با نیروی یاری می شوند. ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهرمند ساختیم تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند و مایه غرور و طغیانشان شد. آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن و اهلش می کاهیم؟ آیا آنها غالبند یا ما؟ بگو من تنها به وسیله وحی شما را انذار می کنم، ولی آنها که گوشهایشان کر است هنگامی که انذار می شوند سخنان را نمی شنوند. اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد فریادشان بلند می شود که ای وای بر ما، ما همگی ستمگر بودیم. ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود. و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد ما آن را حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب کننده باشیم. ما به موسی و هارون فرقان، وسیله جدا کردن حق از باطل و نور و آنچه مایه یادآوری برای پرهیزگاران است دادیم، مانان که از پروردگارشان در نهان می ترسند و از قیامت بیم دارند، و این قرآن ذکر مبارکی است که بر شما نازل کردیم. آیا شما آن را انکار می کنید؟ ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم. آن هنگام که به پدرش آزر و قومش گفت این مجسمه های بیروح چیست که شما هموار آنها را پرستش می کنید؟ دند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. گفت مسلماً هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. گفتند آیا مطلب حقی برای ما آورده ای یا شوخی می کنی؟ گفت کاملاً حق آورده ام. پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم، و به خدا سوگند در غیاب شما نقشه ای برای نابودی بت‌هایتان می کشم. سرانجام با استفاده از یک فرصت مناسب همه آنها جز بت بزرگشان را قطع قطع کرد، شاید سراغ او بیایند و او حقایق را بازگو کند. گامی که منظره بت‌ها را دیدند گفتند هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است و باید کیفر سخت ببیند. روحی گفتند شنیدیم نوجوانی از مخالفت با بت‌ها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند. جمعیت گفتند او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم؟ گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است، از آنها بپرسید اگر سخن میگویند. آنها به وجدان خیش بازگشتند و به خود گفتند حقا که شما ستمگرید. سپس بر سرهایشان واژگونه شدند و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. ابراهیم گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما می رساند؟ اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید، آیا اندیشه نمی کنید؟ تند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است. سرانجام او را به آتش افکندند، ولی ما گفتیم ای آتش
بر ابراهیم سرد و سالم باش. آنها می‌خواستند ابراهیم را با این نقش نابود کنند، ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم. او و لوط را به سرزمین شام که آن را برای همه جهانیان پربرکت ساختیم نجات دادیم، و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیدیم و همه آنان را مردانی صالح قرار دادیم و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می کردند. لوط را به یاد آور که به او حکومت و علم دادیم و از شهری که اعمال زشت و کثیف انجام می دادند رهایی بخشیدیم، چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند، و او را در رحمت خود داخل کردیم. او از صالحان بود. و نوح را به یاد آور هنگامی که پیش از آن زمان پروردگار خود را خواند، ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، چرا که قوم بدی بودند. از این رو همه آنها را غرق کردیم. و داوود و سلیمان را به خاطر بیاور هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بیشبان قوم شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند داوری می کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. ما حکم واقعی آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوانی دادیم و کوها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح خدا می گفتند و ما این کار را انجام دادیم. و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند. آیا شکرگزار این نعمت های خدا هستید؟ و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم جریان می‌یافت و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که در دریا برایش قواسی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند و ما آنها را از سرکشی حفظ می کردیم. و ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند و عرضه داشت بدحالی و مشکلات به من روی آورده و تو مهربانترین مهربانانی. ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را به یاد آور که همه از صابران بودند و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم، چرا که آنها از صالحان بودند. و ذوالنون یونس را به یاد آور در آن هنگام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت در آن ظلمت‌های متراکم صدا زد: خداوندا، جز تو معبودی نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم. ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم. و زکریا را به یاد آور در آن هنگام که پروردگارش را خواند و عرض کرد:
پروردگار من، مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن و تو بهترین وارثانی. ما هم دعای او را پذیرفتیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برایش آماده بارداری کردیم، چرا که آنان خاندانی بودند که همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام می کردند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و پیوسته برای ما خاضع و خاشع بودند. و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم. این پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحدی بودند و پیرو یک هدف، و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. روحی از پیروان ناآگاه آنها کار خود را به تفرقه در میان خود کشاندند، ولی سرانجام همگی به سوی ما باز می‌گردند. هر کس چیزی از اعمال شایسته به جا آورد در حالی که ایمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما تمام اعمال او را برای پاداش می‌نویسیم. و حرام است بر شهرها و آبادی‌هایی که بر اثر گناه نابودشان کردیم که به دنیا بازگردند. آنها هرگز باز نخواهند گشت تا آن زمان که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می کنند و وعده حق قیامت نزدیک می شود. در آن هنگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز می ماند. می گویند ای وای بر ما که از این جریان در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم. شما و آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید. اینها خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی شدند، در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود. برای آنان در آن دوزخ ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند. اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن دور نگاه داشته می شوند. آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آن چه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند. وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می آیند و می گویند این همان روزی است که به شما وعده داده می شد، آن روز که آسمان را چون توماری در هم می پیچیم، سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم. این وعده ایست بر ما و قطعا آن را انجام خواهیم داد. در زبور بعد از ذکر تورات نوشتیم بندگان شایسته ام وارث حکومت زمین خواهند شد. در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان. ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است. آیا با این حال تسلیم حق می شوید و بت‌ها را کنار می گذارید؟ اگر باز روی گردان شوند بگو من به همه شما یکسان اعلام خطر می کنم و نمی دانم آیا وعده عذاب خدا که به شما داده می شود نزدیک است یا دور. او سخنان آشکار را می داند و آنچه را کتمان می کنید نیز می داند و چیزی بر او پوشیده نیست. من نمی دانم، شاید این آزمایشی برای شماست و مایه بهره گیری
تا مدتی معین. و پیامبر گفت پروردگارا به حق داوری فرما و این طغیانگران را کیفر ده. و پروردگار ما خداوند رحمان است که در برابر نسبت‌های ناروای شما از او استمداد می‌طلبم.